اکنون برای عیسی مسیح تشویق بلند. دوستان عزیز، برای شما از چیز مهمی صحبت خواهم کرد. همکنون ما در حال آغاز یک دوره جدید در زندگی من هستیم. همانند هر سال نو در تقویم، خدایا شکرت. اما از کتاب مقدس بعضی پیام ها هست که باید بگیریم. و اگر آنها را نگیریم، از خداوند هم نمیتوانیم چیزهای دیگری بگیریم. اکنون برابر با من مزامیر 100 را باز کنید. آیه 2 را میخوانیم. این آیه بسیار آشناست. چیزی هست که از گذشته می دانیم و کار امروزمان بسیار موثر خواهد شد. مطمئنم. بله دوستان عزیزم. مزامیر 102. خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. خب دکتر سارس، اگر با شادی عبادت نکنیم چه می شود؟ البته که خداوند در اینجا از شادی دنیوی بحث نمی کند. این شادی هست که باید جستجو کنید. شادی که عیسی در یوحنا قسمت 16 آیه 22 حرفش را زد. در هر دفعه که ما را لمس کرد، در قلب ما شادی شکوفا شد. هر لحظه که خداوند خودش را برای شما بازگو کرد، می توانید تمرکز خودتان را به او دهید. شما شروع به شادی می کنید، پر از اسارت می شوید، از خواب بیدار می شوید و به خود می گویید که با نام عیسی مسیح موفق می شوم. این نعمتی که به من اعطا شده را حفظ خواهم کرد و این در تمام زندگیتان تغییراتی انجام می دهد. تکرار تثنیه قسمت 28 روی خداوند از طریق موسی این هشدارها داده بود و جمعی این لعنتها به تو خواهد رسید و تو را تعاقب نموده خواهد دریافت تا هلاک شود. از این جهت که قول یهوه خدایت را گوش ندادی تو اوامر و فرایض را که به تو امر فرموده بود نگاه داری. 46 و تو را و ذریت تو را تا به ابد آیت و شگفت خواهد بود. 47 از این جهت که یهوه خدای خود را به شادمانی و خوشی دل برای فراوانی همه چیز عبادت ننمودی. چه جالب توضیح دادم. من به خداوند تعلق دارم. به گله عیسی مسیح تعلق دارم. به چیزی که در مزامیر قسمت 100 آیه 2 گفته شده نگاه نمی کنم. یا در زندگیم او را به عنوان یک دستور به جای نمی آورم. خداوند را با شادی عبادت نمی کنم. عبادت کردن به خداوند همانند بت پرستی نیست. همچنین به عنوان چهره معمولی عبادت کردن نیست. چون این برای ما خوب نمی شود. عبادت کردن به خداوند و با گوش فرا دادن به کلام خداوند و با یاد گرفتن چگونه درمان شدنتان واقعی می شود. چگونه به تن درستی برسید و با حیات مقدس زندگی کردنتان را و یا چگونه موفق شدنتان را. خواستن اینها کافی نیست. خداوند خیلی می خواهم که موفق بشوم. چون خداوند عیسی مسیح گفته بود که چون کلام تو را برای ما موضع می کند. افراد بسیاری این را انجام می دهند. حقایق باید یک لحظه پر از شادی باشد. لحظه ای که خداوند شما را لمس می کند و کلامش را برای شما بازگو می کند. روزی که عیسی را به عنوان نجات دهنده هم می دانید دقیقا 58 سال شد. هنوز در آن روز خاص خاطرم هست که چه احساسی داشتم. خیلی گریه کرده بودم. اما با شادی گریه کرده بودم. به خاطر ناراحتی گریه نکرده بودم. پسر 6 ساله بودم. اشکهایم که سرازیر می شد آنها را پاک می کردم. با پشت دستم و مداوم می گفتم که عیسی نمی خواهم به جهنم بروم. عیسی می خواهم به بهشت بروم. می خواهم به تو معلق باشم. و وقتی این را انجام می دادم روحم با شادی بزرگی پر می شد. بعدن که شیطان به سراغم می آمد و اغلب وقت می گفت در برابر خداوند خوب نیستم. وقتی می گفت زندگیم بیارزش است می گفتم که کاملا اشتباه می کنی. عیسی مرا صدا زد. من زندگیم را به عیسی دادم. من متعلق به عیسی هستم و در زندگی ابدی با عیسی در بهشت زندگی خواهم کرد. وقتی به عیسی دعا می کردم کنجکاو نبودم که آیا جواب خواهد داد یا نه. با اطمینان کامل دعا می کردم. چون من به خدا تعلق دارم. در کلام خداوند می گوید که آیه 47 را دوباره بخوانیم. تثنیه 28:47 از این جهت که یهوه خدای خود را به شادمانی و خوشی دل برای فراوانی همه چیز عبادت ننمودی. از هر چیزی که خداوند به ما داده بیشترش را می دهد. هرگز دریغ نمی کند. در ازایش قربانی های فراوان نمی خواهد. نه. همراه با خداوند سخاوت بزرگی را می دهد. اگر فکر کنیم که خداوند به ما کم داده، به این معناست که وعده های او را نمی بینیم. در کتاب مقدس داستان دو برادری هست که شرح داده شده.
یکیش بی‌ملاحظه بود. به نزد پدرش رفت و گفت: بابا، چیزی را که برای من ذخیره کردی، سهمی که به من میرسد را الان میخواهم. پدرش هنوز در حیات بود، اما باز هم این را داد. خب، او چه کرد؟ برای دیدن دنیا رفت. پول را حیف و میل کرد. همه‌اش را خرج کرد. خوش گذران و همه پول تمام شد. در پایان خوراکی که خوک‌ها می‌خوردند، وضعیت تغذیه‌اش به آن حال افتاد. نمی‌توانست کاری پیدا کند. به خوک‌ها نگاه کرده و تغذیه می‌کرد، چون در آن زمان در آن زمین‌ها قحطی و فقر بسیار بزرگی بود. جهان به طور مداوم دچار بحران است. مواقعی وجود دارد که همه چیز رو به راه است. مواقعی هم بود که همه چیز خوب پیش نمی‌رفت. هم‌اکنون کشورهایی هستند که با شرایط بسیار سختی روبرو هستند. بسیار ثروتمند و پرغرور هستند، اما دیگر چنین نیستند. غرورهایشان شکسته و تحقیر شدند. هنوز کشورهایی هستند که شرایط خوبی دارند، اما اگر احتیاط کنند و پسنداز کنند، خوب انجام می‌دهند، چون ممکن است که فردا همه چیز متفاوت باشد. پس در آن روزها موضوع چنین بحرانی بود و شروع به گرسنگی کرد و عقلش به سرش آمد و گفت: خدای من در اینجا چه کار میکنم؟ در کنار پدرم کارکنان، کارمندان به اندازه کافی غذا هست. هیچ چیزی که نبود به خانه پدرم میروم. چنین هم کرد. اشتباهش را پذیرفت و پدرش هم جشنی گرفت. لذتش را برد. ارزش داشتهای خود را نمیدانست. عاقلانه فکر کرده بود. وقتی آمد و جشن را دید، میپرسید: در اینجا چه میشود؟ برادرت به خانه برگشت. پدرت جشن گرفت. برادرش به این خیلی عصبانی شد. پدرش از او خواست تا به آنها بپیوندد، اما او شرکت نمی کرد و می گوید: این پسرت تمام پولش را به هدر داد و تو برای من هیچ جشنی نگرفتی. و پدرش می گوید که: پسر عزیزم، هر چه دارم در واقع مال توست، برای اینکه هیچ نخواستی. یعنی باید به این دقت کنید که ما فقط دینمان را تغییر ندادیم، در مقام معنوی متفاوتی هستیم. ما از درد غم و اندوه، آلودگی و حاکمیت بدی جدا شدیم و به حاکمیت خداوند نقل مکان کردیم. تثنیه 28:48. پس دشمنانت را که خداوند بر تو خواهد فرستاد، در گرسنگی و تشنگی و برهنگی و احتیاج همه چیز خدمت خواهی نمود و یوغ آهنین بر گردنت خواهد گذاشت تا تو را هلاک سازد. خواهرم، برادرم، به مردمانش خودش انتخاب کرده این را میگوید: این مردم را از اسارت نجات بده. به اینجا آورده بود. به مدت 40 سال به آنها مسیر را نشان داده بود و در نهایت به اینجا آورد، برای اینکه در کنعان ساکن شده بودند. و این مردم به خاطر این فراوانی بیشتر باید او را با شادی عبادت می‌کردند. اما امروز هم به همان شیوه مردم در موضوع حرف به طور مداوم از همسایگان خود انتقاد می‌کنند. از همه چیز اطرافیان مشکوک می‌شوند. همیشه آن را سرزنش می‌کنند و آنها فکر می‌کنند که فقط خودشان در وضعیت بدی هستند. اعتقاد دارند که هیچ اشتباهی انجام ندادند. دوستان، این رفتار را ترک کنید. افکاری که بر اساس خیش هست را ترک کنید و خداوند را با روح و روان حقیقت شروع به جستجو کنید. هنگامی که برکت کلام خداوند را کشف کردید، چه باید انجام دهید؟ این برکات را در آغوش گیرید. خدای من، سپاسگزارم. این برکت از آن من هست. اگر در زندگی کسی که در پریشانی هست کار میکنی، خدای من، لطفاً برای برکتمند کردن زندگی آنها از من استفاده کن. اگر کسی دنبال توست و اگر برای خلاص شدن از پریشانیش دعا کردنم را میخواهد، خدایا، قدرتی را که به من دادی را استفاده خواهم کرد. شروع به انجام دادن چنین چیزهایی نکنید و چگونه کار کردن اینها را در زندگیتان ببینید. اما اگر در وسط به خود ترحم کنید و همیشه شکایت کنید و اگر کلام خداوند را تحقیر ببینید و بگردید، به دست کسانی که ظلم و ستم می‌کنند می‌افتید. و همکنون بسیاری از مردم، بسیاری از ایمانداران در دست بد و کثیف آنها ظلم می‌بینند. تلاش می‌کنند که آنها را تحت فشار قرار داده و نابود کنند. باید دقت کنیم. باید خداوند را با شادی عبادت کنیم. شادی که از صمیم قلب شکوفا شود. به این شکل رفتار کنید. مزامیر 119 آیه 92 را با هم بخوانیم. دوستان، در اینجا خداوند حرف میزند، خواستن از اطرافیانمان که برای شما دعا کنند. این به درد کاری نمیخورد. مزامیر 119 آیه 92. اگر شریعت تو تلذذ من نمی بود، هر آینه در مذلت خود هلاک می شدم. هنگامی که خداوند را خوشنود می کنید، مشکلاتتان ناپدید خواهد شد.
اگر احساس غم اندوهی می کنید، بدان معنی هست که خوشنودی خداوند را تحقیر می بینید. چطور حس می کنید؟ آیا دلازرده هستید؟ آیا مشکل دار هستید؟ اینها را رها کنید. این غم اندوه را کنار بگذارید و خوشنودی خداوند را حفظ کنید. اگر قوانین تو برای شادی من نبود، به دلیل رنج و درد هلاک می شدم. اگر شما احساس غم اندوه می کنید، شادی ندارید. خب، اگر زندگی برای من خیلی سنگین بیاید، چطور در قلبم شادی باشد؟ در اشیا مربوط به این چیز خوبی را می گوید. لطفاً همه با هم اشیا را باز کنیم. قسمت 12 آیه 3. بنابراین با شادمانی از چشمه های نجات آب خواهید کشید. در اینجا آب به معنی روشنایی هست. اگر خوشحال نیستید، اگر داده های خداوند را تحقیر می بینید، گناهانتان بخشیده نمی شود. این آرامش، این حضور با شکوه، لذت بردن از متعلق بودن به عیسی، هرگز نمی توانید این آب را از چشمه نجات بگیرید. خداوند به شما خواهد داد. بسیار چشمه وجود دارد. این آب، این چشمه نجات شما را تمیز و پاک می سازد. درها را پیش رویتان باز می کند. به شما قدرت می دهد. به شما خوشنودی می دهد. به عبارت دیگر، مثل بچه ها می شوید. این چنین گفته بودند. عیسی مشابه این را انجام داده بود. برای ما فرقی نمی کند. اگر احساس غمگین و یا شادی می کند، احساس کنند. ما دائم خوشحال خواهیم شد. این شادی هرگز تمام نمی شود. می تواند ما را از محبت خداوند جدا کند. هیچ چیزی نیست. هی مراقب باشید. نه، نیازی به نگرانی نیست. من تحت محافظت چوپان خوبم هستم. من گوسفندی هستم که تحت مراقبت چوپان خوب قرار گرفتم. و او خوب از من مراقبت می کند. موفق خواهم شد. درها پیش روی من کاملا باز خواهد شد. همیشه خداوند برای من یک راه فراری باز می کند. بنابراین با خوشحالی و شادی از چشمه نجات آب خواهید گرفت. این چشمه بسیار بزرگی هست و همانند این چشمه بسیار هست. اما اگر خداوند را با شادی جستجو نکنیم، در اشعیا قسمت 55 چنین میگوید. آیه 12 را بخوانیم. اشعیا 55:12. زیرا که شما با شادمانی بیرون خواهید رفت و با سلامتی هدایت خواهید شد. کوه‌ها و تل‌ها در حضور شما به شادی ترنم خواهد نمود و جمیع درختان صحرا دستک خواهد زد. ستایش بر خداوند باد. در اینجا با پسران اسرائیل صحبت می کنم. می گفت که چگونه از اسارت نجات یابند. امروز این برای من و تو هست. هنگامی که خداوند زندگی من را تغییر می دهد. هنگامی که خود را به ما نشان می دهد و هنگامی که ما عیسی مسیح را قبول می کنیم. از تاریکی رها می یابیم و به حاکمیت خداوند وارد می شویم. خب چطور حاکمیت خداوند را رها می کنیم؟ خداوند چگونه از آنجا بیرون بیاییم را هم می گوید. اشعیا 55:12. زیرا که شما با شادمانی بیرون خواهید رفت. این نیست که سرتان را به دو طرف تکان دهید. یعنی در زندگیم چقدر اسارت کشیدم. چقدر بد بود. نه خدا، ستایش بر نامت باد. عیسی مسیح تشکر می کنم. دیگر آفرینش جدید هستم. دیگر کاملا برابر با تو هستم. دیگر چوپان خوبم تو هستی. چیزی نمی خواهم. هر جا که نیاز باشد بروم، تو رهبری مرا خواهی کرد. سخاوتمندانه برکتمند خواهم شد. در اینجا چه چیز دیگری میگوید؟ اشعیا 55:12. و با سلامتی هدایت خواهید شد. با شادی بیرون خواهید رفت و به سلامتی میرسید. اما خوشحال نباشید. نمیتوانید به سلامتی برسید. کوها و تلها در حضور شما به شادی ترنم خواهد نمود و زمین درختان صحرا دستک خواهد زد. خدایا تشکر می کنم با نام عیسی مسیح. اکنون به قسمت سوال و جواب برویم. برای رسیدن به ثروت باید چجوری دعا کنیم؟ فکر می کنی که دعا را حل همه چیز هست؟ نه، در واقع دعا اینچنین بگویم. دعا همانند امضا کردن رسید هست. باید به کلام خداوند گوش فرا دهیم. گوش دادن به کلام خدا یعنی چه؟ بگوییم که وفور اقتصادی می خواهیم. ملاکی در قسمت 3 اینچنین می گوید. آیات 8، 9 و 10. ملاکی 8. آیا انسان خدا را گول زد؟ اما شما مرا گول زده اید و می گویید در چه چیزی تو را گول زده ایم؟ در عشورها و هدایا. 9. شما سخت ملعون شده اید زیرا که شما یعنی تمامی این امت مرا گول زده اید. 10. تمامی عشورها را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد و یهوه
سبایوت میگوید مرا به اینطور امتحان نمایید که آیا روزنه های آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود. 11 و یهوه سبایوت میگوید خورنده را به جهت شما من خواهم نمود تا ثمرات زمین شما را ضایع نسازد و مو شما در صحرا بیبار نشود. 12 و همه امت‌ها شما را خوشحال نخواهند خواند زیرا یهوه سبایوت میگوید که شما زمین مرغوب خواهید بود. در دنیا هیچ دعایی اگر در پرداخت اعشاری غفلت کنید ثروت نخواهد آورد. همانطور فرزندان خداوند کسانی که هنوز به خانواده خداوند وارد نشدند سهم داشتند در خدمات خداوند و باید حمایت کنند. بودن ما را متوجه نشده بودند. برخیز آنها بسیار ناراحت می شوند چون دشمن از آنها غارت می کند و این غارت خواستن از دست دادن است. فرزندان خداوند هنگامی که خودمان و اعشارمان را به خانه خداوند می آوریم حتی برای ثروتمند شدن هم نیازی به دعا کردن نیست. ما باید بخواهیم که شیطان دستش را از دارایی های من بردارد. باید مانع دست زدن به زندگی من باشیم. به این صورت سخاوتمندانه برکتمند می شویم. همان چیز شامل شفا می شود. شیطان گوش کن، هر چه داری جمع کن و برو. قدرت خداوند معجزه ها و شکفتی ها خلق می کند. سوال دوم. دکتر سارس، اگر از کتاب مقدس صفحه باز کرده انتخاب آن آیه به عنوان مرجع درست است؟ اگر به رهبری احتیاج داریم، نباید صفحات کتاب مقدس را به صورت ورق بزنیم. اتفاقی نمی افتد. کسانی هستند که چنین می کنند، چشمهایشان را می بندند و همانند یک بازی حدس زدنی هم چیزی که خداوند در اینجا گفته را انجام می دهم. این چنین می گوید و این را انجام خواهم داد. یهودا خود را حلق‌آویز کرد. نه، نمی توانم این را انجام دهم. بنابراین، کتاب مقدس کتاب فعال نیست. گاهی اوقات هست چنین چیزی می شود. اما این را نمی توانیم بلافاصله تعمیم دهیم. این نمی شود. گاهی اوقات هست که کتاب مقدس را باز می کنیم و او با قلب ما صحبت می کند. خب، این را باید انجام دهیم. بله. قبلا توضیح داده بودم. زمانی که مرد جوانی بودم، به خانه خاله‌ام رفته بودم. پایین ریو، هنگامی که در آنجا بودم، کتاب مقدسی پیدا کرده و باز کردم. در آن زمان مشکلی داشتم. بر سر دو راهی وحشتناکی قرار گرفته بودم. از درون به هم ریخته بودم. سپس اشعیا 41:10 را باز کردم. نه ترس، من با تو هستم. نه ترس، خدایت من هستم. به تو قدرت خواهم داد. بله، به تو کمک خواهم کرد. با دست راستم که پیروزی را به دست آوردم، تو را حمایت می کنم. مردم چنان گریه کردم. خداوند با این آیه با من حرف زد. دعا کنید و خداوند را جستجو کنید و خداوند صحبت کرده و برکت من خواهد کرد. با نام عیسی مسیح. آمین. دوستان، لطفا سرتان را خم کرده و چشمهایتان را ببندید. خدای عزیز، اکنون به حضور با شکوهت می آیم. به حضور مقدس تو، با نام عیسی مسیح به حضورت می آیم. پدر عزیز، تنها برای برکت خواستن و گرفتن نیست. امروز یاد گرفتیم که تو را با شادی عبادت کردن خیلی مهم است. خدای عزیز، خیلی از افراد به این اصل دقت نمی کردن و برای وارد شدن شیطان درها را باز می کرد و دشمن در زندگی بسیار موفق به آسیب زدن شد. پدر، برای این فرد که از وسط پیشانی سنگینی حس می کند، دعا می کنم. حس می کند که سرش از وسط دونیم می شود. خدای من، دستت را روی پیشانی او بگذار. این درد را شفا بده. آنها را از تمام دردها بهبودی بده. تمام احتیازاتش را فراهم کن. همه آسیب‌های شیطان را شفا بده. عیسی مسیح، در قدرت خداوند دعا می کنم. خدای عزیز، با نام عیسی مسیح، اکنون ایمانم را با همه ایمان این جمع یکی می کنم. و شیطان، همکنون قدرتی را که بر روی این افراد را می شکنم و به تو دستور می دهم بیرون برو. با نام عیسی مسیح.